بینندگان گرامی US ایران تیوی، اجازه بدید که از باستان بزرگ با هوای آفتابی ولی سرد 1 درجه بالای صفر به شما سلام کنم و شب بخیر بگم به هممیهنانم در اون سوی دریاها. من جلیل مرتضوی هستم. امروز پنجشنبه 3 دسامبر 2020 میلادی و برابر است با 13 آذر 1399 خورشیدی. امیدوارم در هر جای جهان بر وسیله که ما را میبینید و یا صدای ما را میشنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه و با خیال راحت این برنامه را دنبال میکنید. دوستان گرامی، میدونید که در ارتباط با ایران مسئله مهم و اساسی در ارتباط با ترور آقای فخریزاده، دانشمند اتمی ایران. جالبه که خدمتتون بگم در برنامه قبل من گفتم که به گمان من که نه اطلاعاتی هستم نه امنیتی هستم، با توجه به مطالبی که در این چند روز گذشته خوندم، من به این نتیجه رسیدم که آقا این ترور حالا توسط دشمنان خارجی ایران تحریزی شده انجام گرفته، ولی عمل توسط ایرانی ها انجام گرفته، یا به عبارت ساده هر کسی بوده در داخل استخدام شده که این کار انجام بده. و گفتم که همه اینها صرفاً به خاطر پول بوده، یعنی کسانی که این کار انجام دادن، چون این یک عملیات خیلی خیلی ریسکی بوده برای اون کار رو انجام میدادن، یعنی در خطر بوده، طرف هم ممکنه جان خودش از دست بده، ولی با توجه به کارهایی که کردن من گفتم که 100% پول حتما دخیل بوده و با توجه به نیاز شخصی بسیاری در ایران. خیلی از شماها برای من پیام فرستادید و با من هم عقیده بودید که بله 100% پول دخالت داشت، از جمله آقای آذرمهر. یه ایمیل خیلی دیتیل دقیق فرستاده که بله در یه همچون شرایطی نشون میده که با توجه به نیازهای مردم و این پول که توسط کسانی که این همه صاحب مال و منار شدن ولی یه دم به هر حال وضع مالیشون خوب نید، یه ده حسادت، یه ده به هر حال یک حساسیت هایی برمی انگیزه. و من اونجا هم گفتم خدمتتون که بنده که تو کار خبر هستم 24 ساعته، من هرگز اسم آقای فخریزاده رو نشنیده بودم قبلا. یعنی ببین این کار ایشون، شغل ایشون انقدر محرمانه بوده. من راجع به دانشمندهای اتمی ایران اینا چیزایی شنیده بودم، ولی اینکه آقای فخریزاده رو اصلا، که آقا ایشون حتی از ایشون به عنوان پدر اتم ایران رو دارن نام میبرن، خیلی چیزایی دیگه. خب چه کسانی در رفت آمد ایشون دخیل بودن؟ چه کسانی اطلاعات دقیق داشتن که ایشون در طول هفته کجا میره؟ چه کسانی در رفت آمد ایشون دخیل بودن؟ چه کسانی نقشه این رفت آمد رو براش درست میکردن؟ چه کسانی میدونستن که ایشون کجا خانوادهش زندگی میکنه؟ پدرزن و مادرزنش کجا هستن؟ چه روزهایی ایشون سر میزنه؟ چطور یه دفعه از آب سرد سر در میاره؟
همه اینا برای من سوال برانگیز بود، به این خاطر که با توجه اولا این اولین بار نشده که ترور دانشمند ایرانی، بنابراین نشون میده که یه جای کار یه کسانی پولای کلانی گرفتن و این کار رو انجام دادن. و من یعنی این عقیده منه که توسط خود ایرانی هم انجام شده، چون هیچ ماموری موساد چیزی نمیتونه اینقدر دقیق بیاد در داخل ایران، اونم تهران، همه این کارها رو انجام بده. و همه این اطلاعاتی هم که بیرون اومده به نظر من پاسخگو نیست. البته دستگاه های اطلاعاتی مطمئنم که خیلی هاشون الان شدیداً ناراحت و نگرانن و مشغول مطالعه. اظهار نداره که از طرف بعضی از مقامات ایرانی میاد بیرون به نظر من چرته. یعنی اگر اینها حرف نزنن بهتره. مثلا آقای شمخانی یه اظهار نظر میکنه، نمیدونم آقای عباسی یه اظهار نظر میکنه، سخنگوی دولت یه چیزی دیگه ای میگه. به نظر من این اصلا نیازی نیست، برای اینکه نمیدونن. موضوع اینه که اصلا بنده که هیچ کارم اینجا این گزارش ها رو میخونم، خب چند تا سوال خیلی اساسی مطرحه. یکی این که چطور ممکنه در یک شهرک کوچک مثل آبسر این اتفاق بیفته؟ حالا گزارش هایی که میگن 12 نفر بوده، 12 نفر، 50 نفر دیگه هم کمکی داشتن، اینا انجام میشه، از اونجا در میرن، هیچ کی نتونه از اینها هیچ سرنخی به دست بیاره، قیافهشون رو ببینه، هیچ، ابدا. که یه همچین چیزی تقریبا غیر ممکنه، مگر اینکه کسانی که اموال بودن، کسانی که دخیل بودن، همه جا نفوذ داشتن. مثلا برق منطقه میره، خب این شهر اگه نگاه بکنیم، یه سری اطلاعاتی که دوستا فرستادن و من مطالعه کردم، خب شهرهای کوچیک میدیم معمولا 2 تا خروجی بیشتر ندارم، ورود و خروجیشون مشخصه. خب در اون زمان که این اتفاق میفته چطور نمیتونستن بیسیم بفرستن کلیه در ورود خروجی این شهر رو ببندن؟ اتفاق نیفتاده. چطور بیسیم فرستادن، هلیکوپتر اومده ولی اون کار نتونستن بکنن؟ دوم، این البته سوالی که من دارم مطرح میکنم و دوستان، من که از هیچ جا بیخبرم، ولی منی که اینجا این سوالا رو مطرح میکنم مطمئنم. ولی اینجا یه مسئله هستش، مسئله اساسی اینه که این عملیات خیلی دقیق بوده و توسط خودی هم بوده، برای اینکه اونجا کسانی که به این اطلاع دسترسی دارن، اونهایی که دوربر این آقای دانشمند کار میکردن دیگه، این که با کسی که شوخی نداریم، که این یه واقعیت خبری است و یک عملیات خیلی خیلی پیچیده در عین زمان هم بسیار ساده انجام شده. به همین سادگی هم هیچکی نمیتونه بفهمه. و حالا میبینید که مثلا سپاه عملا چیزی نمیگه و دلیل داره، برای اینکه نمیدونه. سپاه نمیتونه الکی بیاد یه اظهار نظری بکنه که فردا دارن مطالعه میکنن، حتما یه سرنخایی به دست بیارن. که مثلا در گزارش های اولیه مثلا میگفت نه، یک آقای شمخانی بود که نمیدونم به وسیله یه سری دستگاه های دیجیتال انجام شده فلان. خب آقای شمخانی که کارشناس نیست در این مورد، چه ارزیابی میتونه بکنه؟ خب به هر حال یا کسانی در اون، این در امریکا وقتی یه همچون اتفاقی میفته اصلا هیچ چی نمیگه، میگه تا تحقیقات انجام نشه ما نمیتونیم اظهار نظر بکنیم و نمیدونیم. به هر حال حالا این مسئله که متاسفانه انجام شده گذشته،
ولی خب سوال دیگه، سوال اینه که آقا شما مملکت رو چجوری اداره میکنین که مهمترین شخصیت علمی شما به همین سادگی مورد ترور قرار میگیره و شما نمیدونید که کی این کار کرده. حالا میتونیم بگیم موساد این کار کرده، این داخل ایران دیگه، و با همین وضعیت اگر به این مسئله نگاه بکنیم نشون میده که یه سری باید بازنگری بشه به دستگاه های اطلاعاتی، چون دستگاه های اطلاعاتی یا آپدیت نیستن، بروز نیستن، یا نفوذایی هستش. و من هنوزم که هنوزم معتقدم که پول نقش بسیار مهمی داشته، چون برای اینکه الان و ببین پول در همه جا نقش کلیدی بازی میکنه. دوستان من اینو همینطوری الکی نمیگم، یادتون باشه فکر میکنی که اون آقایی که اومد به جزیره کیش، رابرت لیوینگستون که مأمور FBI بود، تصمیم گرفتش که دوران بازنشستگیش رو برای CIA کار کنه. دلیلش چی بود؟ در تمام گزارش ها میخونیم که این بابا چون بچه هاش تو دانشگاه بودن، فکرم 5-6 بچه داشت دانشگاه بودن، اون حقوق نمیدونم 150,000 دلار در سال که میگیره اون کافی نبوده، میاد یه کنتراتی میبنده با CIA که پول کلانی باشه و ایشون مأموریتش این بوده که بیاد اون آقای صلاح الدین داوود، چی اون آقای سیافسته که در ایرانه، که با اون در ارتباط بوده که اونو بیاد راضی بکنه که آقا شما را بخشیدن فلاینا، بیاره تو امریکا یه سری اطلاعات بگیره. ایشون به خاطر این پول، ببین چقدر این پول برای این مغزشو گرفته بود، دیگه نمیدونست بابا صلاح الدینی که در ایران داره زندگی میکنه تو ایران حرکت بکنه بیاد کیش، اونم یه همچون آدمی با اون سابق و فلان، همینطوری میزنن بیاد الکی. خب میاد کیش، این آقا هم میره دبی، از اونجا میاد تو اونجا هتل میگیره فلان، میبینه عجب تومه دیگه، همین پول صاحب میشه، هم صلاح الدین رو شکار میکنه میاره با پای خودش به امریکا. دیدیم که از آقای رابرت لیوینگستون دیگه هیچ سرنخی در دست نیست. حالا میگفتن اطلاعات ایران گرفته، ولی هرچی برای این آقا نیست دیگه، ما نمیدونیم که کینو رو بوده، کی کشته، این اتفاق افتاده. یعنی منظور من که اینجا پول بود که رابرت لیوینگستون رو به این روزگار انداخت، فقط و فقط پول. حتی بعدن که دیگه تحقیقات انجام شد، CIA به این نتیجه رسیده بود دیگه، بعد از اینکه شروع کردن یه مقدار بازنگری، مجبور شدن که اون چند نفری که بدون حساب کتاب لیوینگستون رو فرستاده بودن، خود CIA میدونست که این عمل خطرناکیه، ولی خب لیوینگستون گفتن این بابا دیگه میخواد خودش انجام میده، ما میگم برو انجام بده دیگه. به همین خاطر 5-6 نفر تو CIA اخراج شدن سر این موضوع. بنابراین از لیوینگستون هم خبر نیست. حالا همین چند وقت پیشا، مگر همین چی بود اسمش، خدای روح الله زم نبود؟ روح الله زم ها چجوری باید ایران کردن؟ پول بود دیگه. روح الله زم فکر کرد که مثلا این انقدر پاپیلر رو کارش گرفته که بره عراق. آیت الله سیستانی گفته بودن که آره قرار 15 میلیون یورو به شما بده که شما بره یه تلویزیون جانانه بزنید. خب این پول بود که این بابا رو حشری کرد دیگه، اینکه حالش نبود، تنها چیزی که فکر کرد پول بود. دیدی که اومد دیگه، بقیه داستان رو خودتو میدونی دیگه، الان روح الله عزم کجاست؟ اونم دیدی پول این کار کرده، برای اینکه یارو از اون آدم با عقل و شعور که نبود، این نفهمه که بابا جون
عیدالله سیستانی آخه به چه مناسبتی این پولو به این بده که این چیکار کنه؟ اگه آیت‌الله سیستانی میخواد تلویزیون بزنه که خودش میزده، خود همون عراق هم میتونه این کارو بکنه، چرا به این بده؟ آخه این چه سابقه ای داشت؟ این چیکاره بود؟ 4 تا حرفای چرتیپت درست کرده بودن که یکی از اون صحبت هایی که هنوز آدم خندهش میگیره وقتی میبینه که آیت الله خامنه ای خیلی خیلی وقت فوت کرده، اینی که الان بر سر کاره اونو گذاشتن، این نمیدونم عبدالمطلب کیه، که من همون موقع که اینو مطرح کردن توی کانال دیگه بودم، گفتم اینا واقعا ما کله خر خورده باشن، اینا تکرار میکنن همین و همون یکی. گفتم پس بابا سر پوتین هم میشه واقعا به این آسونی کلا گذاشت؟ پوتین میره با آقا ملاقات میکنه، پوتین هم که نمیفهمه صاحب این همه دستگاه های اطلاعاتی KGB و فلان نمیدونستش که با بدل آیت الله ملاقات کرده. خلاصه منظور من که اینم دیدید که دوستان پول این کار کرده، و من هنوز معتقدم که نقش اصلی اینجا نیاز اصلی بود، برای اینکه وقتی میبینیم در مملکت این همه گرانی هستش، یه سری آدم هم که ایرانو دارن چپاول میکنن تو همین دولت یا کسانی دیگه، آقازاده ها، این آقای آزمویر هم نوشته دیگه، وقتی آقازاده ها صاحب میلیاردها تومان هستن، ولی اونایی که در مهمترین کارهای کشور شب و روز برای امنیت کشور دارن کار میکنن، 8شون گروه نوه ندارن دیگه، برای اینکه تورم وحشتناک، قیمت ها بالا رفته. خب اینا میبینن که کسانی که اینا از اونو مراقبت میکنن بعضشون خیلی خیلی بهتره، از کجا پول میارن؟ چجوری اینا در اون بهترین ویلاهای آنچنانی زندگی میکنن؟ پس چطور اینا ندارن؟ در صورتی که اینا روزی 10-12 ساعت با جان خودشون بازی میکنن هر روز. به هر حال من نظرم ها دوستان، ممکنه اصلا من اشتباه بکنم، ولی من دلم میخواد که نظرم رو بگم. 100% پول نقشی رو بازی کرده، حالا چه مقدار، چه حدود، چه کسانی، چون اینجا دیگه به جز اون چیز دیگه ای مطرح نیست. یارو چی میتونه بده در مقابل این کاری که باید انجام بده؟ حالا مثلا بعضی ها میگن که نه ممکنه نمیدونم مجاهدین فلان، اصلا ابدا. اصلا مجاهدین اونا به قول معروف صبح تا شب گرفتاری مسائل پزشکی خود، کسی ندارن تو مجاهدین که همچنان عملیات. مجاهدین همشون ماشاءالله در سنهای 60-70 به فکر پوشاک خودشون هستن، یا به فکر چه میدونم بدون قرص نمیتونن زندگی کنن. اصلا منظورم گفتن همه اینا دوستان، کسانی این کاری کرده انگیزه اصلیشون پول بوده، این فقط میخوام بگم. بالا باید برحال بعد از این جریان ها در امریکا راجب این زیاد مطلب نوشتم، صحبت های زیادی شده، ولی در کل امریکایی ها میدونن که دونالد ترامپ با اومدنش به کاخ سفید تمام این مسائله ژئوپلیتیک خاورمیانه رو به هم زد. این هم باز به خاطر پول بود. برای دیدید که سفر، اولین سفر آقای ترامپ کجا بود بعد از اینکه ریاست جمهوری؟ میدونید که رسم در امریکا بر اینه وقتی رئیس جمهوری انتخاب میشه، اولین سفرش یا به کاناداست که بلندترین مرز رو با امریکا داره، هم پیمان اصلی امریکاست، اولین سفرشون معمولا کانادا است. بعضی رئیس جمهور ممکنه مکزیک هم باشه، ولی بیشتر وقت که من دیدم تو کانادا بود. ولی هرگز ندیدم رئیس جمهور انتخاب بشه در این 40 سالی که 40 و چند سالی که من سیاست امریکا رو نزدیک دنبال میکنم، هرگز ندیدم رئیس جمهور بر سر کار بیاد بلند شه بره عربستان سعودی. خب به خاطر چی بوده؟ 100% به خاطر پول بوده. برای اینکه تماس داماد آقای ترامپ با خاندان آل سود بر سر پول هستش. اصلا به جو خود ترامپ دیگه از این سریعتر، تندتر و واضحتر هیچ رئیس جمهوری نگفته بود
که آقا من به پادشاه گفتم ببین ما اگه از پشت شما بیایم بیرون شما 2 هفته بیشتر نمیتونید دوام بیارید. پادشاه میگه بله درسته. میگم خب برای این باید هزینه بدید، این پولی که میدید کافی نیست. اینو ترامپ جلوی عالم و عالم داره میگه که همه ایرادم گرفتن ازت. گفتم بابا نباید اینجوری بگه و این یه جوری صحبت کرد که یعنی سربازای امریکا مزدورم میرن اونجا از اون کشور مراقبت میکنن در مقابل پول. حرف درست رو دونالد ترامپ زد. همینطوره عربستان سعودی که کشور نیست، عربستان سعودی که صاحب افکار خودش نیست، فردا امریکایی 2 هفته از اونجا بیان بیرون عربستان سعودی نخواهد بود. اینو همه میدونن. منتها هرگز در امریکا رئیس جمهور امریکا اینجوری حرف نزده، ولی دونالد ترامپ داره میگه. اون دیگه صراحتا میگه بله به خاطر پوله. و الان در همین اخیر هم گفته بود ببین ما بعد از اینکه حمله به تاسیسات نفتی عربستان شد توسط حوثی ها که همه میگن ایرانی ها، ولی خب حوثی ها خودشون گفتن ما این کاری کردیم، دونالد ترامپ گفتش که من براتون انواع اقسام سلاح ها رو میفرستم. گفت ببین این پولایی که قبلا میدادید کافی نیست، اینو باید بیشترش کن. اونجا هم همین حرف زد. پس بنابراین نقش پول دوستان اینجا مهم بوده، برای اینکه ما نمیخوایم این حرف رو بپذیریم، برای اینکه از نظر اخلاقی خوب میده آقا این فلان پولکیه نمیدونم به خاطر پول. نه دیگه دوستان، دیگه با کسی شوخی نداریم، تعارف هم نمی کنیم. پول نقش عمده‌ای بازی میکنه در سیاست جهان. این حساب شده است، تعریف شده است. احتیاجی هم نیستش که من بیام اینجا بگم آقای من اولین بار مطرح کردم. نه هستش. منتها به زبان نمیارن دلیل نیست که وجود نداره. هستش دیگه. و این ترور آقای فخری زاده به نظر من یکی از اونا بود. ولی چیزی خیلی جالبی که الان داره اتفاق میفته، میدونی که دوستان دیگه این جریاناتی که بعضیا میگفتن الان ترامپ نروز که چیز نشده و تایید نکرده و ممکنه بره دادگاه و رأی، اینا همه باز هم میگم همش یک آرزوی بی خوده. حالا واهی هم دیگه اصلا چرته، برای اینکه خود وزیر دادگستری هم دیروز یا پریروز اعلام کرد گفت آقا تمام تحقیقاتی که انجام شد ما ندیدیم هیچ گونه تقلبی باشه. در صورتی که امریکایی ها میگن آقا بزرگترین آبروریزی برای امریکایی این بود که اینها برای همه ایراد میگرفتن تقلب در انتخابات. حالا ببین خودشون میگن آقا تقلب در انتخابات خودشونه. دونالد ترامپ برای اینکه 72 میلیون اینا براش رأی دادن، اونا پشت ترامپ هستن که این انتخابات تقلب شد. گفتن دیگه فردا ما نمیتونیم از کسی ایراد بگیریم. بنابراین وزیر دادگستری گفت آقا تقلب در کار نیست، ما هم نمیتونیم کاری بکنیم. پس بنابراین ترامپ مونده و حوزش دیگه. حالا ممکنه به خاطر اون تعداد افرادی که چپ راست داره پول جمع میکنه، الان ترامپ 180 میلیون پول جمع کرده. میگه این پول برای استفاده حقوقی برای رسیدن به کاخ سفید. حالا میگه نه پس من 4 سال دیگه برمیگردم. یعنی منظورم که این آدمایی که به این پول میدن، حالا اونا ببین چه کله خر خوردن، ولی خب اونا معتقدن که ترامپ میخواد اونا رو نجات بده از دست همین دموکرات ها. به هر حال دوستان در ارتباط با ایران میدونید که تام فریدمن خبرنگار نیویورک تایمز، یعنی خبرنگار ارشد نیویورک تایمز که تخصصش هم خاورمیانه است چون کارش از اونجا شروع کرده است، تام فریدمن یه مصاحبه اختصاصی با جو بایدن انجام داده. این مصاحبه 3 شنبه شب انجام شده از طریق تلفن، 1 ساعت با هم حرف زد. که تام فریدمن 3 مقاله در 24 ساعت گذشته راجبش نوشته که بخش عمده اون راجب ایرانه. البته بگم که چون تام فریدمن به دولت آقای اوباما
و جو بایدن نزدیک بوده. یادتون باشه آقای اوباما چندین بار در زمین گلف با همین تام فریدمن با هم بازی میکرده. یعنی میخوام بگم که نیویورک تایم که روزنامه دموکرات هاست، روزنامه به هر حال چپ میانه و چپ هست و روزنامه دموکرات هاست، ولی خب به هر حال روزنامه هستش که پاسداری از همون سرمایه میکنه. یعنی سرمایه، حفظ سرمایه، مثلا تام فریدمن اینا که در دولت دموکرات ها اونجا به هر حال با اونها قاطی هستن، دلیلش هم اینه. خلاصه جو بایدن به این مصاحبه اختصاصی رو داده، اولین مصاحبه شد و اونجا میگه که با ایران مذاکراتی که انجام شد که ایران غنی‌سازی رو زیر 4% نگه داره و بازرسان برن تأسیسات اتمی ایران رو بازرسی بکنن که مطمئن بشن که ایران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست، و در مقابلش تحریما رو بردارند و خلاصه شروع کنن مثلا یه مقدار عادی سازی روابط سیاسی. میگفت ولی دونالد ترامپ اومد سال 2018 همه اینا رو به هم زد، فکر کرد که با حد اکثر فشار روی ایران اله میکنه بله میکنه. حالا اینجا اینو نگه دارید که دیروز واشنگتن پست به قلم سردبیر واشنگتن پست یه مقاله در همین زمینه باز نوشته که دونالد ترامپ که فکر میکرد حالا ایران رو تحت فشار قرار میده تا حدی که حتی رژیم عوض کنه، نمیدونم اونا رو مجبور کنه که بیان دوباره مذاکره، دیدید که نشد. نه تنها مذاکره نکردند بلکه غنی‌سازی را 12 برابر هم اضافه انجام دادند و سر جاشون هم هستند، حتی خم به ابرو هم نیاوردند. گفت پس بنابراین نشون میده که مذاکرات وقتی کار میکنه نباید بهش دست بزنه. اینو سردبیر واشنگتن پست دیروز میگه. اما تام فریدمن میگه که ببین نگرانی اسرائیلی ها از بمب اتم ایران نیست. این خیلی جالبه، دوستان بهش توجه بکنید. میگه اسرائیلی ها به تام فریدمن گفتن ما میدونیم که ایران حتی بمب اتم هم داشته باشه روی ما استفاده نمیکنه و میدونه که جون بمب اتم استفاده کردن یعنی خودکشی، برای اینکه اینا با بمب اتم به ایران حمله میکنن. میگه وحشت اونها از همین موشک های نقطه سنج و موشک های دقیق و حساس ایرانه که تقریبا ایران اطراف اسرائیل احاطه کرده با این موشک ها. به همین خاطر میگه ما شبا نمیتونیم بخوابیم، برای اینکه این موشک ها بیداد میکنه اگر شروع کنن با این موشک ها با ما حمله کنن. بنابراین از طرف اسرائیل که بگه ما اینا حمله میکنن میزنن فلان، از این خبر ها نیستش، چون ایران یه سری چیزایی داره در مقابل این اسرائیل رو با خاک یکسان میکنه. خب پس ما میدونیم که اگر اسرائیل پا خطا بکنه ایران هم جوابشو میده. این دیگه مثلا برحال، ولی آقای بایدن گفته که آره من دلم میخواد اولین کاری که میخوام بکنم برگردم به برجام، بعد اگر ایرانی ها بخواد با اونا شروع کنیم تحریما رو برداشتن و از این خوشو بشه. دیروز هم که دید که مجلس ایران دیگه به همه جواب داد، اومدن لایحه رو تصویب کردن که اولا که بهش که اجازه نمیدن کسی دیگه چیزهای اتمی ایران رو بازرسی بکنه، غنی‌سازی هم تا 20% میبرن بالا، بعد شورای نگهبان هم اینو تایید کرده. اون اول گفته بودن ظرف 30 روز دولت باید این کار رو بکنه، بعدا فهمیدن نه 30 روز کافی نیست چون دونالد ترامپ هنوز سر جاشه. کردن 60 روز یعنی دیگه بعد از ریاست جمهوری. الان هم که 3 تا گزارش من خوندم، یکی در جروسرم پوست، یکی در واشنگتن اگزامینر که اونم روزنامه دستراستی طرفدار ترامپه، که امریکایی ها هم شروع کردن نصف کارمندای عالی رتبه امریکا در سفارت خودشون از بغداد رو بیارن بیرون و
وزارت خارجه فقط میگه نه این جابجایی دیپلمات هاست، ولی اینا میگن نه تهدید شدن از طرف گروه های طرفدار ایران. به هر حال حالا امیدوارم اتفاقی نیفته، ولی امریکایی ها پیامو گرفتن و میدونن که دیگه ایرانی ها در یه همچون شرایطی با این وضعیتی که پیش اومده دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیست دیگه، داستان اینه. در این حول هوش حالا چه اتفاقی میفته، چه مسائلی پشت پرده است که من نمیدونم و نمیخوام حدسم بزنم، ولی منتها هر اتفاقی که میفته تو این شبکه های فارسی زبان آقا آنچنان میان بر علیه ایران صحبت میکنن و حرفایی میزنن که خیلی خیلی خنده دار. یه چیزایی میگن که میگم بابا جون پس ما کجا بودیم، چرا اینو ما نمیدونستیم. در ارتباط با ترور آقای فخری زاده، ببینید دکتر عباس میلانی استاد دانشگاه استنفورد دیگه، ببینیم ایشون در رابطه با مسئله کل اتمی ایران، ببین اینها هستش که واقعا نشون میده که ایرانی ها هرگز عقب نمیمونن و یه مسائلی الان در ایران هست و پیشرفت هایی که جوان ها کردن اصلا برای اینها غیر قابل تصوره، چون اینا نبودن دیگه در 30-40 سال گذشته تو ایران. اینا هنوز ایران را با همون ایران قبل از انقلاب مقایسه میکنن، یعنی هنوز اونا تو یادشون. الان ببینید آقای دکتر میلانی چی میگه. بعد اینها همه ادعاهایی که درباره برنامه اتمی کردن و دروغ بود، دستگاه اطلاعاتی غربی از خبر داشتن. وقتی که اینها رفتن از پاکستان تکنولوژی هسته‌ای خریدن از اون فیزیکدان پاکستانی و نقشه نظامی هم، نقشه بمب اتم هم ازش ظاهرا خریدن، به گفته یکی از خود مذاکره کنندگان برنامه اتمی ایران، بعد از اینکه آقای خان اسنادش رو شد و بازداشت شد و مؤاخذه شد، به گفته این مذاکره کننده آمریکا اطلاعاتش از برنامه اتمی ایران و جزئیات فعالیت‌های اقتصادی نظامی اینها بیشتر از خود این شخص بوده، شخص بالا مرتبه بوده. حالا من سوالم از آقای میلانی و ابلهایی مثل ایشون که بابا اگر ایران رفته از عبدالقادر خان گرفته از پاکستان خریده، پس چرا خود پاکستان مورد تحریم قرار نمیگیره؟ اونا که اصلی کار هستن، پس اگه اینجوری باید همه اونا رو تحریم کنن دیگه کلن، پس چرا ایران رو میخوان تحریم کنن ولی اونها با اونا کاری ندارن؟ میگه رفته از اونجا گرفته دیگه، جالبه نه؟ یعنی از اون زمان اینها رخنه داشتن، از اون زمان دنبال میکردن. اینها هنوز فکر میکنند ما در عصر پیغمبر هستیم که مثلا اگر کسی در شهر نباشه از تحولات خبردار نیستن. نه، از ماهواره دارن عکس میگیرن. این برنامه اتمی که اینها اینقدر در موردش دروغ اول گفتن، به یک روایتی دقیقا خدمتتون عرض کردم، یک محققی تحقیق کرده میگه $2 تریلیون تا به حال برای ایران هزینه اقتصادی بشه. والا من نمیدونم این استاد دانشگاه یه سن حساب کتاب سرش میشه. آخه برنامه اتمی ایران که شما که میگی رفته خریده، پس این $2 تریلیون که نخریده. و ضمناً آقای میلانی و یارانیشون، آخه $2 تریلیون دوستان یعنی $2000 میلیارد. آخه بابا جون بودجه ایران محدوده، $2000 میلیارد ایران از کجا آورده؟ ایران کل درآمدش در از نفت، یعنی مهمترین درآمدی که همیشه داشته،
50-60 میلیارد دلار در ساله. خب حالا بگو بعضی موقع نفت گرون شده و آخه من نمیفهمم این، بگو حالا 80 میلیون 100 میلیون. پس نشون میده که ایران برای حداقل 10 سال هیچ کاری نکرده، مردم از گرسنگی مردن، نه کسی کاری کرده، نه حقوقی گرفته، هیچی. هر پولی در آوردن اینها دادن برای مسئله اتمی. آخه این احمقانه نیست که یکی میاد میگه آقا اینا 2 تریلیون دلار هزینه این چیزی اتمی. اگه این 2 تریلیون دلار هزینه بود دیگه این دانشمندا رو واسه چی میره؟ همه رو خریدن دیگه. واسه چی این تحقیقات انجام شده؟ چرا اصلا غرب اینقدر نگرانه که اگر اونا خریدن میدونن چیه دیگه اون؟ و اونم 2000 میلیارد دلار. آه واقعا این حساب کتاب هم سرشون نمیشه و باورم نمیشه. دوستان اگه یه همچین چیزی هست با منم بگین، اگه ایران این همه هزینه داشته تو رو خودم منم در جریان بذاریم، میگم این پولا رو چیکار کردن. چی داریم بعد از این 2 تریلیون دلار نشون بدیم برای برنامه؟ آقای نور جمیلانی، پیر برشاد خود این آقای فخری‌زاده ازش به عنوان همین آقای عباسی که شما اشاره کردید به عنوان جمع دانشمندان هستی ازش یاد شد. این میوودی ها این خیلی دیگه میدونه با حاله. حالا این سوال مطرح میکنه از این عباسی میدانی نادان سوالش چیه؟ من با چند فیزیکدان صحبت کردم دیروز با دکتر اگر اگری صحبت میکردم بارسیاری که شون انجام داد، خودشان و برحال استاد رشته فیزیک نظری است، ایشون در هیچ جا تحصیل رشته فیزیک نکرده. آقای فخری زاده اینجا حتی گفته میشه که ایشون دوره مدرسه را هم تموم نکرد، ولی ازش به عنوان دانشمند هسته یاد کردن. آپنهایمر ایران ازش یاد کردن. خب دوستان شما واقعا اینا رو که آدم میشنه میدونم شبکه پخش میشه، هم تو ایران فردا، هم پارس، هم اون رادیویی که هستش. آخه سوال اینه که بابا جون این که هیچ مدرسه نرفته، هیچ دانشی نداره، اتمی هم نیست، پس چرا نتانیاهو در همون جریانی که پرونده ایران نشون میداد عکس اینو نشون میده، میگه این محسن فخریزاده را به یاد داشته باشید. پس نشون میده که این نتانیاهو هم هیچ حالیش نیست، دستگاه اطلاعاتی اسرائیل هم حالیش نیست، امریکا هم حالیش نیست، که این بابا اصلا مدرسه هم نرفته. ماشاءالله عجب دانشی داره، عجب نالجی داره، عجب آدم مغزدار بودیم بدونه که مدرسه بره. تمام غربی ها نگران تحقیقات آقای فخریزاده بودن. اینجا اصلا اینا رو آدم میشنوه بیشتر به ایران امیدوار میشه. یکی از بزرگترین دانشمندان هستی که باش فخر در دنیا و پدر بمب اتمی ایران یاد کردن و از این قبیل. پرسجو کردم من، رفتم حتی گوگل و به اصطلاح زندگی نامه ایشون رو که رسما خود جمهوری اسلامی گذاشته، از تحصیلات او هیچ خبری نیست. من از کجا درس خونده، کجا رفته، ولی ازش به عنوان کارشناس مهندس به فیزیک هستی یاد کرده. نه مقاله ای داره، نه اسم و رسمی داره در محافل آکادمیک و دانشگاهی، نه کسی خبر داره. به نظر میرسه که کار چاکن حتی میبوده بیشتر تا بلا. همین تو صحبتی که آقای عباسی کرده ادعا کرده که آقای فخریزاد دانشجوی او بوده و دکترای فیزیک رو از او گرفته. کجا گرفته نگفته. بابا رفتن از بقالی خریدم با آقا بالا میمونی که خب اون سواد دانشجویی نداره، اونو زیاد نمیتونم ایراد بگم. حالا عباسی میدانی بذار استاد دانشگاه هم هست و البته اینم تاریخ درس میده، این چیز حالیش نیست، ولی میگه به هر حال آقای عباسی این دکترا رو بهش داده. میگه حالا کجا داده نمیدونیم، دکترا رو کجا میدن بچه ها به منم بگیم. ولی ادعای عباسی اون هست. کلن
این دعوایی که حالا هست بین ظاهرا دعوا هست بین آقای عباسی و آقای فخریزاد که کدوم اوپنهایمر ایران هستن. من دانش فیزیک ندارم، آقای دکتر نیری متخصص در این زمینه هستن. یعنی نحوه تولید بمب اتم الان از طریق گوگل هم قابل دسترسی است کسی بخواد. جنبه های فنیشه، جنبه های فنی که چطور مثلا اورانیوم رو داره تولید بکنی، چطور اورانیوم رو 90% تلخیص کنی، چطور اون رو متراکم توی بمب بذاری و اون رو چجوری در واقع بفرستی به هوا یا هر جای دیگه، هر جای دیگه ای میخوای. دوستان باورتون میشه اینا تو تلویزیون داره پخش میشه ها، میگه که این چیزای اتمی رو از طریق آنه اینترنت هم میشه به دست آورد. آخه به این ابلهانه ای بابا جون این همه هزینه کرده دستگاه های اطلاعاتی غرب، حالا در درجه موساد دیگه دارم میگن، اگر اینا تو اینترنته پس چرا نمیتونن جلوی اینترنت رو میگه؟ اینترنت که مال ایناست، چطور اینا رو در نمیارن از اینترنت که این همه گرفتاری برای خودشون ایجاد نشه که ایرانی ها میشنن اونجا با یه کامپیوتر از طریق اینترنت این دانش اتمی رو به دست میارن، بعد دیگه میشنن اونجا با قول آقای میلانی بمب اتم میتونن هوا بکنن یا مثل بادکنک. آقا دمت گرم، من نمیتونم به این سادگی بوده. پس ما بودیم دانشی نداشتیم، اینا بابا بیشتر از ما میدونن که اینا همینه تو اینترنته. بچه ها دنبالش نر اینا، نمیان میگیرنتون. ولی یک جاهای روشن قابل آقا این دکتر اینه دیگه، باید دکتر تقی‌زاده، آقا این بابا دیگه میلانی هم میذاره تو جیبش. گوش کنید ببین، ایشون در ارتباط با آقای یعنی کلن دانش اتمی و آقای فخری‌زاده این چی میگه. آقای دکتر رضا تقی‌زاده رویت هم در اون دیده میشه. یک واقعیت این است که فخری‌زاده رو کشتن. فخری‌زاده که جمهوری اسلامی الان داد میزنه که دانشمند. این مملکت که سطح آموزش دانشگاهیش در این 40 سال بسیار بسیار نزول کرده، چطور قادر شده که این همه دانشمند هسته‌ای و اتمی و فیزیک بیرون بده؟ هر کسی که در این دستگاه کار میکرده از دید جمهوری اسلامی دانشمند هسته‌ایه. چه کار کردید در این دانش هسته‌ای شما؟ هیچی. ما در طول 30 و چند سال گذشته یک الگوی سانتریفیوژ با تکنولوژی 60 سال پیش که هلندی ها ساخته بودن و عبدالقادر خان اون رو دزدیده بود و به پاکستان برده بود، این رو بردیم توی ایران، قطعاتش رو بعد از این برانور خریدیم، سرهم کردیم، بعد از چند سال تونستیم اون چیزی که پاکستانی ها باش به بمب اتمی رسیدن سرهم کنیم و را بندازیم. و هنوز هم در نطنز 4000 دستگاه از همین سانتریفیوژ های معروف به پیوان یعنی پاکستان یک که حالا اسمش گوشتن IR1 ایران یک دارن کار میکنن. این دانشمندان هسته‌ای که رشد دادی در کدام مرکز تحقیقات به کار مشغول بودن و به چه دستاوردی رسیدن جز این کاری که دارید انجام میدید؟ دوستان این کامیدی ها براتون میذارم که ببین این همه هزینه میکنن تو این شبکه ها، اینا تو خونه های مردم پخش میشه همه جا، مثل مال ما نیستش که باید یه نفر سرچ کنه برنامه ما رو ببینه دیگه، چون یوتیوب که در ایران به آسونی نمیشه که شما باید فیلتر شکن داشته باشید چی و چی تا ما رو بتونید ببینید، یا منتظر باشید که ما فایل صوتی رو بذاریم نمیدونم تو تلگرام یا اینستاگرام. خلاصه با یه زحمتی ذلتی ما اینا رو بعد که شما بتونید جستجو کنید ما رو پیدا کنید. ولی برنامه های اینا همین حقی‌زاده ها و عباس میلانی ها اینا تو ماهواره پخش میشه، هر کی اینا رو میشنوه میگه آقا راست میگن دیگه. آخه یکی نیست اینا سوال کنه که آخه ابله بیشور، اگر این شکلی بود که این مال 60 سال پیش بود اینجوری گرفتن از این ور اون ور، پس چرا کشورهای مهم جهان امریکا، اروپا، اسرائیل این همه تلاش میکنن که ایران دست از این کار برداره؟
چرا این قرارداد برجام با ایران باید میمادن پیش داد تحریزاده میگه آقا اینا دانشی ندارن، چرا خودتون علاف کردید، چرا میخواین ولش کنی اینا مال 60 سال پیش فلان اینا همینه در اصلا تعجب کردم. حالا دوستان فردا بیشتر صحبت میگم. من فردا دوستان یک مصاحبه خیلی جنجالی دارم و حتما به این مصاحبه گوش کنید. و آخرین خبرم اینه که دوستان از انجمن نابینایان کرج با من تماس گرفتن و بچه های اونجا شدیداً به کمک شما احتیاج دارن، یعنی از نظر معیشتی، یعنی حداقل وضعشون فوق العاده. من از طرف شما از این ایمرجنسی فان که دارم یه پولی فرستادم، ولی دلم میخواد اگه کسی میخواد به این انجمن نابینایان کمک کنه تماس بگیرید تا من شماره حساب انجمن رو در کرج به شما بدم که حتما کمک کنید، به کمک احتیاج دارم. حالا بعدا در برنامه های آینده بیشتر توضیح میدم. به هر حال دوستان ممنونم. فردا برنامه زنده خواهم داد، دو بعد از ظهر به اونور به وقت شرقی میگم برنامه زنده است. هم با مهمان عالی قدر صحبت خواهیم کرد و هم با شما. بنابراین تا فردا از همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار نگهدار شما.